رهبران گروه های معارض سوری که به دعوت عربستان سعودی از روز سهشنبه به ریاض رفته بودند روز پنجشنبه نوزدهم ماه با انتشار بیانیهای به نشست خود پایان دادند ملک سلمان پادشاه در سخنان خود در نشست افتتاح اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر بر راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر اساس اصول ژنو یک تاکید کرد و تاکید کرد تروریسم هیچ دینی ندارد و اسلام آن را نمیپذیرد ملک سلمان گفت دولت های ائتلاف علاقمند به تحقق امنیت و یافتن راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه هستند شیخ تمیم امیر قطر نیز در سخنان خود مخالفان سوری را به وحدت و استفاده از فرصت جهت رسیدن به موضعی مشترک پیش از گفتگوهای صلح در ابتدای سال آینده میلادی فراخواند. این اجلاس تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد و به گفته یک دیپلمات حاضر در نشست به غیر از داعش و جبهه نصرت که شاخه القاعده در سوریه است کردهای سوری نیز به نشست ریاض دعوت نشدند شماری از نمایندگان گروه های کرد، آسوری و عرب سوری نیز روز سهشنبه هفته آذر ماه نشست جداگانه ای را در داخل خاک سوریه برگزار کردند. وایل میرزا از نمایندگان آسوریان حاضر در این کنفرانس از عدم دعوت گروه های کرد سوریه به نشست ریاض انتقاد کرده و گفته کرد های سوریه که در داخل کشور مانده و از مردم این کشور دفاع کردن بیش از همه شایسته شرکت در نشست مخالفان برای حل بحران و جنگ داخلی سوریه هستند اعتلاف ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف رژیم بشار اسد است با حضور کردها در نشست ریاض مخالفت کرده و کردهای سوریه را متهم کرده است که نه با رژیم بشار اسد بلکه با نیروهای عرب مخالف حکومت دمشق مبارزه می کنند. در این حال احرار الشام که پس از داعش مهمترین گروه نظامی مخالف بشار اسد در سوریه است و در کنفرانس ریاض نیز حضور دارند، خواستار برکناری بشار اسد و نابودی رژیم او هستند. هرچند هدف اصلی کنفرانس ریاض رسیدن به وحدت نظر مخالفان اسد پیش از آغاز مذاکرات با رهبر رژیم دمشق اعلام شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه هفدهم آذر ماه گفت نتایج نشست ریاض تعیین کننده نشست بین المللی است که قرار است 18 دسامبر در نیویورک با حضور نمایندگان 17 کشور جهان برگزار شود. آقای کری روز چهارشنبه 18 آذر ماه اعلام کرد برای ملاقات با همتای روس خود سرگی لاوروف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته آینده عازم مسکو می شود. علاوه بر بحران اوکراین درباره بحران سوریه نیز با مقام های روسی گفت و گو خواهد کرد. همزمان وزیر خارجه روسیه تاکید کرد تشکیل جبهه واحد و جهانی مبارزه با تروریسم فقط بر مبنای قوانین بین المللی امکان پذیر است و در این رابطه نقض ائتلاف آمریکایی در ارتباط با قانونی بودن آن در قلمرو سوریه در امر مبارزه با تروریسم کمک نمی کند در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه 18 آذر ماه درباره عملکرد آنکارا هشدار داد امیدواریم ترکیه در سوریه اقداماتی شبیه استقرار نیروهای خود در عراق انجام ندهد و مسئولان این کشور در مورد عواقب این گونه اقدامات خود خوب فکر کنند به گزارش ایتارتاس، آقای چورکین که پس از یک نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق سخن می گفت، این اقدامات آنکارا را غیرمعقولانه خواند و ابراز امیدواری کرد که واکنش اعضای شورای امنیت باعث شود مسئولان ترکیه از طرحهای نظامی خود در مورد کشورهای همسایه صرف نظر کنند نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل با اشاره به دیدار اخیر خود با اوباما در قالب هیئتی از نمایندگان دائمی کشورهای عضو شورای امنیت در سازمان ملل گفت در این دیدار کاملا مشهود بود که طرف آمریکایی از اقدامات ترکیه در شمال عراق خورسند نیست اما آنها در حضور ما از انتقاد از ترکیه خودداری کردند نشست غیرعلنی شورای امنیت به درخواست روسیه برگزار شد خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گفته است که مستشاران می به نیروهای عراقی در مورد نحوه عبور از مرکز شهر طی هفته های پیش رو کمک کنند البته کاخ سفید آمریکا میگوید برک اوباما رئیس جمهوری آن کشور هنوز اجازه استفاده از هلیکوپترهای نظامی را صادر نکرده است دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و حمید رضا امادی سردبیر ارشد شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی را برای خروج از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. وکلای آقای سرفراز و امادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا خواستار خروج نام موکلانشان از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا شده بودند. آنها تصمیم اتحادیه اروپا را ناعادلانه و بیاساس اساس خانده و مدعی آن شده بودند که قرار دادن نام این دو توسط اتحادیه اروپا در فهرست تحریم ها ناقض حق آزادی سفر، حق اشتغال، آزادی و حق دفاع است. این فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران علاوه بر نام او و حمید رضا امادی رئیس اتاق خبر شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما نام گروهی از قضات ایرانی و رئیس زندان اوین در سال 1391 را نیز در بر زمانی که محمد سرفراز وارد این فهرست شد مدیر بخش بین المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرستیوی بود. با این همه دادگاه عدالت اروپا پس از بررسی تقاضای تجدید نظر محمد سرفراز و حمید رزا امادی به این نتیجه رسید که این دو ناقضان جدی حقوق بشر بوده و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در راستای تحریم کردن آنان قانونی بوده است. بر همین اساس دارایی های این دو مقام ایرانی در اروپا همچنان توقیف خواهد بود و خود نیز همانند سابق اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. به گفته سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده ی حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر میکند. این سازمان پیشتر گزارش هایی را در مورد عملکرد سازمان صدا و سیما ارائه کرده بود که از جمله منابعی بودند که مقامات اتحادیه اروپا برای تحریم مدیران این سازمان استفاده کردند. در سال 2013 در پی گسترش فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقامات جمهوری اسلامی نام محمد سرفراز و حمیدرضا امادی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران در پخش اعتراف های اجباری زندانیان سیاسی از تلویزیون به این فهرست اضافه شد. این دو مقام ایرانی نسبت به این تصمیم به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند و خواستار حسب نام خود از این فهرست شدند. شادی امین و شادی صدر مدیران سازمان عدالت برای ایران به همراه راین هارد مارکس وکیل این سازمان بنابر تصمیم دادگاه عدالت اروپا به عنوان شخص سالس در جلسه رسیدگی به این شکایت کتابستان امسال در لوکزامبورگ برگزار شد شرکت داشتند و به پرسش های هیئت قضات پاسخ دادند. در بیانیه ای که عدالت برای ایران به مناسبت صدور حکم نهایی از سوی دادگاه عدالت اروپا منتشر کرده آمده است که این دادگاه استدلال های وکلای سازمان صدا و سیما برای ناسحیح خواندن گزارش های این سازمان را رد کرده و ادعاهای مطرح شده توسط شاکی را قابل اثبات ندانسته است. طبق رأی دادگاه عدالت اروپا محمد سرفراز و حمید رزا امادی موظف به پرداخت تمام هزینه های دادگاه و همچنین هزینه های وکیل اتحادیه اروپا شدند. محمد سرفراز پنجمین مدیر سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 1357 است. آقای سرفراز در زمان مدیریتش پرستیوی در کنار رادیو و تلویزیون دولتی ایران با همکاری سازمان های امنیتی این کشور اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از جمله مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی کرده است. آقای سرفراز گفته بود تحریم او ناعادلانه و بیپایه است. به گزارش خبرگزاری فارس حمید اعمادی نیز در تیر ماه سال 1392 گفته بود اتحادیه اروپا انواع و اقسام اتهام ها را به ما چسبانده بدون اینکه شواهد و مدارکی ارائه کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره به انتقاد از سیاست های منطقی ایران و عراق پرداخت و هشدار داد این سیاست به فرق در سوریه دامن زده است. این مصاحبه روز چهارشنبه 18 آذر از شبکه الجزیره پخش شد و در آن به موضوع ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق نیز پرداخته شد امری در روزهای گذشته با واکنش شدید بغداد مواجه شده است اما رجب طیب اردوغان این سخن را تکرار می کند که سربازان ترکیه به درخواست رهبران عراق در یک پایگاه نظامی در عراق مستقر شدند آقای اردوغان گفته نخست وزیر عبادی از ما خواست که برای آموزش سربازان کمکشان کنیم و ما هم به درخواست او سال 2014 یک پایگاه آموزشی در بعشیقه برپا کردیم اما عبادی تا امروز هیچ چیزی در این باره نگفته بود. وزارت خارجه عراق روز شنبه این هفته سفیر ترکیه را احضار کرد و از او خواست که به آنکارا اطلاع دهد بغداد خواهان خروج فوری صدها سرباز ترکیه است که در روزهای اخیر در شمال عراق نزدیک شهر موسل که تحت تصرف داعش است مستقر شدند بر اساس اعلام وزارت خارجه عراق سربازان ترکیه ای بدون اطلاع بغداد وارد عراق شدند و بغداد حضور این نیروها را به منزله اقدام خصمانه تلقی میکند اما احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه عنوان کرده که نیروهای این کشور به خاطر تهدیداتی که از جانب داعش متوجه مربیان نظامی ترکیه در عراق شده بود وارد عراق شدند و این امر اقدامی در راستای همبستگی و اتحاد بوده نه تجاوز ورود نیروهای نظامی ترکیه به عراق انتقاد ایران را نیز به دنبال داشت ایران در رابطه با رخدادهای سوریه دچار اختلاف با آنکارا است چرا که تهران حامی بشار اسد محسوب می شود اما آنکارا بر کنارگیری اسد از قدرت تاکید دارد در این حال اردوغان در مصاحبه خود با الجزیره تهران را متهم کرد که به اختلافات فرقی در سوریه دامن میزند پیش از این نیز وزیر خارجه ترکیه سخنان مشابهی را بیان کرده و گفته بود آنکارا اختلافات عمیقی با تهران در رابطه با سوریه و عراق دارد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد از طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان این کشور در مورد ایجاد محدودیت‌های مسافرتی حمایت می‌کند. بر اساس طرح مجلس نمایندگان که روز سهشنبه هفدهم آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضا تصویب شد شهروندان سی و کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به روادید ندارند اگر طی پنج سال گذشته به کشورهای مانند ایران عراق سوریه یا سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا روادید بگیرند همچنین احتمال دارد شهروندانی که تبار ایرانی و سوری دارند و اکنون تابع آن 38 کشور هستند نیز از معافیت ویزایی کنار گذاشته شوند. کنگره آمریکا از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده و طرح تازه اکنون باید به تصویب سنا و سپس به امضای ریاست جمهوری آمریکا برسد تا به قانون تبدیل شود. 38 کشور جهان از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن یا کره شمالی برای سفر به ایالات متحده و اقامتی 90 روزه در آن کشور نیازی به روادید ندارند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایالات متحده را بانی و حامی تروریسم خواند و گفت امروز افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می کنند که نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد در حالی که آنان از بانیان و حامیان تروریسم هستند آقای ترامپ در واکنش به کشدار چهارده نفر در کالیفرنیا توسط یک زوج مسلمان اصالتا اهل پاکستان خواهان توقف کامل ورود تمام مسلمانان به آمریکا شد در ایران علاوه بر رئیس جمهوری مرتزا سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه از سخنان آقای ترامپ انتقاد کرده و گفته است اسلام هراسی در غرب کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند. در تحولی دیگر در همین زمینه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد گرچه موضع ترامپ درباره مسلمانان را رد می کند در پی اعلام برنامه سفر ترامپ به اسرائیل و دیدار با نخست وزیر این کشور دامنه اعتراضات به اسرائیل نیز گسترش پیدا کرده است روز چهارشنبه هجدهم آذر ماه 37 نماینده پارلمان اسرائیل که در بین آنان دو نماینده از حزب حاکم لیکود هم هستند با امضای یک نامه سرگشاده خواهان لغو این دیدار شدند ای از معترضان در آمریکا طی روزهای اخیر ترامپ را با هیتلر مقایسه کردند با این حال دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید دیدار آقایان ترامپ و نتانیاهو روز 28 دسامبر برگزار خواهد شد زیرا برنامه دیدار حدود دو هفته پیش تنظیم شده است به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به طور سنتی با کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که خواهان دیدار با وی باشند ملاقات می کند بدون آنکه از کاندیدای خاصی حمایت کند یا با آنها اتفاق نظر داشته باشد دونالد ترامپ پیشتر نیز اظهارات جنجالی داشته است از جمله اینکه مساجد آمریکا باید تحت نظر باشند همزمان بیشتر از 350 هزار نفر از شهروندان بریتانیا با امضای توماری خواهان ممنوع شدن ورود دونالد ترامپ به این کشور شدند و به این ترتیب نمایندگان باید این تقاضا را در پارلمان بررسی کنند در همین حال آقای ترامپ به روزنامه واشنگتن پست گفته است که علی فشارها برای کنارگیری او تحت هیچ شرایطی رقابت‌های ریاست جمهوری 2016 را ترک نخواهد کرد. کاخ سفید پیشتر گفته بود که آقای ترامپ به خاطر اظهاراتش در مورد مسلمانان صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد به علاوه بسیاری از جمهوری خواهان او را شایسته نامزدی حزب نمیدانند آقای ترامپ تهدید کرده است که اگر با او منصفانه رفتار نشود این حزب را ترک خواهد کرد و مستقلا نامزد خواهد شد مقام های حزب جمهوری خواه نگرانند که در صورت خروج دونالد ترامپ آرای نامزد نهایی جمهوری خواهان شکل کسته خواهد شد و دموکرات ها را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد نظرسنجی ها حاکی است که هرچند آقای ترامپ برای چند ماه پیش میدان رقابت های داخلی حزب جمهوری خواه بود اما اکثریت رای دهندگان در این کشور نظری منفی نسبت به او دارند سوزانا مالکورا وزیر امور خارجه دولت جدید آرژانتین گفت رئیس جمهور منتخب کشورش آماده است تا توافق آمیا با ایران را لغو کند اما روابط تجاری با این کشور ادامه خواهد داشت بنابر یادداشت تفاهمی که در سال 2013 میلادی در زمان ریاست جمهوری کریستینا فرناندز بین ایران و آرژانتین به امضا رسید قرار بود که در چارچوب آن دو طرف برای انجام تحقیقات لازم در زمینه حمله به آمیا در سال 1994 با یکدیگر همکاری کنند انفجار مرکز همیاری یهودیان در 18 ژوئیه 1994 رخ داد که در جریان آن 85 نفر از شهروندان یهودی آرژانتینی جان خود را از دست دادند و بیش از 300 نفر زخمی شدند. مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به عنوان عاملان برنامه ریزی برای این انفجار معرفی شدند. ناظران حقوق بشر در آرژانتین میگویند یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با دولت وقت آرژانتین به تبانی برای پرده پوشی درباره رسیدگی به پرونده عاملان این اقدام تروریستی منجر شده است کارلوس منعم رئیس جمهوری وقت آرژانتین در آن زمان متهم شد که با دریافت رشوه کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزب الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی ایران با این بمبگذاری ها را پنهان کند وزیر امور خارجه دولت منتخب آرژانتین روز سهشنبه 17 آذر گفت توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور در دستور کار دولت قرار خواهد داشت ما باید با ایران روابط تجاری برقرار کنیم وقتی ما این فرصت را داریم که به ایران گندم بفروشیم نمیدانم چرا این کار را انجام نمیدهیم وزیر امور خارجه جدید آرژانتین همچنین تأکید کرد که روابط تجاری کشورش با چین و دیگر کشورهای خاور میانه تغییر چندانی نخواهد داشت ماوریسیو ماکری رئیس جمهور منتخب آرژانتین پیش از این در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از لغو یادداشت تفاهم این کشور با ایران خبر داده بود بنابر اعلام مقام های یونانی در روز پنجشنبه 19 آذر ماه یک قایق حامل حدود 50 پناهجو که روز چهارشنبه 18 آذر ماه از ترکیه عازم سواحل این کشور بود در شرق دریای اژه غرق شد و دوازده سرنشین آن از جمله یک مادر و هفت فرزند او جان خود را از دست دادند دوازده تن دیگر از سرنشینان این قایق هنوز ناپدید هستند و بقیه نجات یافتند کشتی های گارد ساحلی و نیروی دریایی یونان یک فروند هلیکوپتر و کشتی نجات متعلق به سازمان مرزبانی اتحادیه اروپا برای یافتن ناپدید شدگان همچنان به جستجو در سواحل جزیره فارماکونیسی یونان ادامه می دهند. گارد ساحلی یونان اعلام کرد هنگام وقوع این حادثه دریا آرام بود اما به گفته سرنشینانی که نجات یافتند قایق کوتاه مدتی پس از ترک سواحل ترکیه به مقصد یونان دچار مشکل شد و نفوذ آب به داخل قایق آن را سرانجام غرق کرد این قایق حامل یک خانواده سوری بود که با گریختن از جنگ داخلی آن کشور امیدوار بودند بتوانند در کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرند پدر خانواده به خبرنگاران گفته است آنان از مناطق تحت تسلط گروه داعش گریخته بودند پدر خانواده قاچاقچیان انسان را مسئول مرگ اعضای خانواده دانسته و به کسانی که در صدت هستند از همین طریق آزم اروپا شوند توصیه کرده دست به چنین اقدامی نزنند. این شهروند سوری گفته است ماندن در سوریه با وجود جنگ داخلی بر قبول خطرات و مصائب چنین سفری ترجیح دارد روز گذشته کمیساریای پناهندگی سازمان ملل گفت یونان دروازه ورود اکثر پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا است و در سال جاری بیش از 770 هزار پناهجو وارد این کشور شدند بسیاری از آنان با قایق از سواحل ترکیه عازم یونان می شوند که با خطرات قابل توجهی همراه است منو آمار سازمان ملل در سال تجاری دیویست پناهجو در نتیجه قرق قایق های حامل آنان جان خود را از دست دادند و بیش از 120 نفر دیگر همچنان نپدید محسوب می شوند. در همین حال در تحول دیگر مجله آمریکایی تایم آنگلا مرکل صدراعظم 61 ساله آلمان را به دلیل اقدامهایش در حمایت از پناهجویان به عنوان شخصیت سال در سال 2015 انتخاب کرد. دلیل این انتخاب توانایی خانم مرکل در مقابل با بحران های اروپا طی سال جاری میلادی نظیر بحران پناهجویان بحران بدهی های یونان و همچنین خطر تروریسم در اروپا از سوی داعش اعلام شده است مجله تایم از سال 1927 موثرترین چهره گروه یا ایده را به عنوان شخصیت سال انتخاب می کند. امسال این مجله گفته است خانم مرکل را به خاطر این انتخاب می کند که در جهانی که هدایت اخلاقی کافی ندارد استواری نشان داده و در مقابل ظلم ایستاده است. کیم جونگ رهبر کره شمالی در سخنانی گفته است کشورش آماده تولید بمب هیدروژنی است سخنان وی در مورد توسعه برنامه نظامی پیونگیانگ به جنگ افزار هیدروژنی بی سابقه یا شده است بمب‌های های موسوم به هیدروژنی بسیار قویتر از جنگ افزارهای اتمی تک ای هستند بزرگترین آنها که در سال 1961 در اتحاد جماهیر شوروی آزمایش شد 2500 برابر قویتر از بمب مشابهی بود که آمریکا در پایان جنگ دوم جهانی در هیروشیما انداخت خبرگزاری رسمی کره شمالی روز 19 آذر به نقل از کیم جونگ اون میگوید ما به کشوری صاحب سلاحهای اتمی قوی تبدیل شده ایم که قادر است خودش بمب اتمی و بمب هیدروژنی بسازد تا از تمامیت ارزی و وقار ملت خود دفاع کند چانگ یونگساک عضو مرکز مطالعات صلح و اتحاد در دانشگاه ملی در سئول به این خبرگزاری گفته است کیم جونگ اون بارها به این موضوع که کره شمالی دارای بمب اتمی است اشاره کرده اما این نخستین بار است که در مورد بمب هیدروژنی سخن میگوید البته رهبری کره شمالی در مواردی تاکید کرده بود که کشورش جنگ افزارهایی قوی تر از آنچه ایان است در اختیار دارد در شهری بر ماه گذشته تحلیلگران در مؤسسه کره و آمریکا در دانشگاه تحقیقاتی جانز هاپکینز گفته بودند نشانه هایی وجود دارد که پیونگیانگ در حال تولید مجدد پلوتونیوم برای افزایش توان ذراتخانه هسته خود است در همان زمان آمریکا هشدار داده بود که کره شمالی دست به انجام اقدامات تحریک آمیز نزند دو ماه پیش نیز مرکز معتبر علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن در مورد ایجاد هسته جدید در تأسیسات اتمی یانگ بیان در آن کشور هشدار داد. دو آزمایش اتمی نظامی کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 میلادی از طریق شکافت پلوتونیومی ایجاد شده بود. سومین آزمایش اتمی کره شمالی در فوریه سال 2013 میلادی انجام گرفت که به نظر میرسد از طریق گداخت اورانیومی بوده است. Yeah. شکرالله سلمانزاده رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اعلام کرده در سی سال گذشته 7387 نفر از مبتلایان به بیماری ایدز در ایران جان باختند که 662 نفر از آنها در استان خوزستان زندگی می کردند. آقای سلمانزاده این آمار را در همایش روز جهانی ایدز که روز دوشنبه 16 آذر در احواز برگزار شد بیان کرده و هشدار داده شتاب ابتلا به ایدز از شتاب درمان بیشتر است آمار قربانیان جان باخته بر اثر بیماری ایدز در شرایطی از سوی این مقام مسئول بیان شده که وزارت بهداشت سال 1388 تعداد قربانیان آن را تا سه ماهه دوم سال 88 حدود 3409 نفر اعلام کرده بود. انتقال ویروس ایدز در ایران آنطور که مقام های بهداشتی میگویند از سه طریق استفاده از سرنگ مشترک، روابط جنسی و از مادر به کودک شتاب فراوانی گرفته است. آقای سلمانزاده نسبت به افزایش مبتلایان به ویروس ایدز از طریق رفتار پرخطر جنسی اظهار نگرانی کرد و گفت انتقال ویروس وی از راه تماس جنسی در کشور به دو برابر افزایش داشته است. مقام های بهداشتی در ایران از زنان و کودکان به عنوان دو گروهی نام میبرند که آمار بیماری ایدز در میان آنها رو به گسترش است. ده آذر ماه امسال مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز اعلام کرد به خاطر تغییر روش انتقال ویروس ایدز رشد ابتلای زنان به این بیماری در ایران ده برابر شده است. خانم مهرز گفته آمار زنان مبتلا به بیماری ایدز در ایران به 19 درصد مبتلایان رسیده که همین مسئله موجب افزایش کودکان مبتلا به این بیماری در کشور شده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت انتقال از طریق مادر به کودک 3 درصد از موارد ابتلا به ایدز در سال 92 را تشکیل داده است. همزمان در گزارشی دیگر اعلام شده است 28 درصد نوجوانان تهرانی زیر 18 سال تجربه جنسی داشتند. بنابر این گزارش تازه که روز چهارشنبه 18 آذر منتشر شده است، 50 درصد طلاقها در تهران به علت مشکلات جنسی است و 52 درصد دختران ساکن خوابگاه های دانشجویی دوست پسر داشتند. تازه ترین آمارها از رفتار جنسی ساکنان شهر تهران و چندین شهر ایران در مراسم رونمایی از کتاب زنان، سلامت و محیط زیست شهری اعلام شده است. امید زمانی عضو گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران در این مراسم گفت 73 درصد نوجوانان ساکن تهران که دارای روابط جنسی بودند گفتند در این روابط بیش از یک شریک جنسی داشتند این جامعه شناس گفته مطالعه دیگر در تهران نشان می دهد 25 درصد دختران دانشجویی که در خوابگاه اقامت داشتند و بر اساس یافته های یک تحقیق دیگر در هفت شهر ایران بیش از 11 درصد پاسخگویان گروه سنی 15 تا 19 سال رابطه جنسی خارج از ازدواج دائم را تجربه کردند. به گفته این جامعه شناس 35 درصد زنانی که دچار اختلال عمل کرده جنسی هستند به پزشک مراجعه نمی کنند و 50 درصد طلاق ها در تهران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مشکلات جنسی است. شیرین احمد نیا مدیر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهسیستی کشور هم در این مراسم درباره وضعیت زنان در جامعه ایران گفت موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان مناسب نیست و طبعات آن را در شاخصهای سلامت میبینیم. امیر هوشنگ مهریار استاد روانشناسی دانشگاه شیراز هم طی سخنانی در این برنامه گفته در ایران افسردگی در سطح بالایی است و زنان تقریبا دو برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا میشوند. اردیبهشت ماه سال 1393 نیز محمود گلزاری یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان گفته بود ارتباط دختران و پسران در ایران و پیش از دانشگاه نسبت به سی سال گذشته سه برابر شده و افزوده بود که ارتباط همزمان یک دختر یا پسر با چند نفر هم افسایش یافته است.